هزاران گل و شمع در مقابل کلیسای جامعه اسلو به یاد ده‌ها قربانی حادثه هولناک روز جمعه در نروژ. ساکنان اسلو در حالی اولین روز کاری هفته را آغاز می‌کنند که هنوز از شوک انفجار و تیراندازی مرگبار روز جمعه خارج نشده‌اند. این حادثه جنون‌آمیز به نام ما ثبت شد. من در نزدیکی محل انفجار بودم. خیلی ترسیده بودم. وقتی هم خبر تیراندازی در جزیره را شنیدم، من در نزدیکی محل حادثه زندگی می کنم. وقتی صدای انفجار را شنیدم بیرون آمدم. مثل یک صحنه جنگ بود. البته که روی آدم اثر می گذارد. صحنه جنگی که این کشور آرام منطقه اسکاندیناوی از زمان جنگ جهانی دوم به خود ندیده بود. انفجار اسلو و تیراندازی مرگبار در جزیره اوتو به دست یک راستگرای اسلام ستیز نروژی، برخی رسانه‌های جهان را نیز که در ابتدا احتمال دخالت اسلام‌گرایان در این حمله را مطرح کرده بودند تحت فشار قرار داده است.